این غذای ما غذای دو نفره است. دارم درست میکنم. من خودم عاشق ماهی ام، یعنی میخوام اینطوری بگم که اگر برم بیرون ماهی باشه و مثلا بگم، حالا کباب کوبیده، نه کباب کوبیده هم چون خیلی دوست دارم، جوجه کباب باشه، 100% ماهی رو انتخاب میکنم. ادب دارم خدمت دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم هر جایی که هستین تنتون سالم و دلتون خوش باشه. دوستان امروز من میخوام براتون ماهی با پلو سفید درست کنم. سبزی پلو من به این دلیل درست نکردم که شب یلدا براتون سبزی پلو با ماهی درست کردم. امروز دیگه گفتم چون نزدیک عیده، شب سال تحویله، و اینکه رسم رسومات خاصی داریم ما ایرانی، یعنی رسم رسومات قشنگی داریم، غذای خاصی درست میکنیم برای روز سال تحویل، دیگه تصمیم گرفتم این چند تا غذایی که مرسوم بین ما ایرانی ها دارم براتون میذارم. یکیش قرمه سبزی، یکیش فسنجونی، یکیش ماهیه و غذاهای دیگه. امروز من میخوام براتون این ماهی خوشمزه درست کنم. این ماهی هم که من گرفتم ماهی قزله. ماهی هم همونطور که میدونید هم خیلی خوشمزه است، هم خیلی مغذیه، ویتامین زیادی داره، برای بدن خیلی مفیده، امگا 3 داره و همین که یود داره داخل این ماهی که بدن خودش قادر به تامین یود نیست برای بدن، یعنی آدم باید با مواد غذایی که میدونه برای بدنش نیازه اونو جبران کنه، و این که برای تیروئیدم خیلی عالیه و سیستم ایمنی بدن هم کنترل میکنه. حالا با هم بریم این ماهی خوشمزه رو درست کنیم. خب دوستان من مواد ماهیمون رو خدمتتون میگم که چه موادی لازم داریم. اینجا من یه دونه ماهی قزل‌آلا دارم. ماهی قزل‌آلایی که گرفتم آقای فروشنده برام بدون استخون کرد که الان شده فیله ماهی. ادویه‌ای که من اینجا آماده کردم پودر پاپریکاست، یه قاشق مربا خوری، نصف قاشق چای خوری فلفل قرمز داریم که این فلفل قرمز واقعا بی نهایت ماهی رو خوشمزه میکنه، و این پاپریکا، این دوتا خیلی خوشمزه میکنه طعم ماهی رو. یه قاشق چای خوری زردچوبه داریم، یه قاشق مربا خوری پودر زنجبیل داریم و یه قاشق چای خوری پودر سیر و یه قاشق چای خوری نمک. اینجا من نصف لیوان آرد گذاشتم، البته بستگی به ماهیتون داره که شما چند تا ماهی داشته باشین که همونقدر آرد لازم دارین. این ادویه‌ای که الان من خدمتتون گفتم اینجا، اینا رو من میخوام قاطی این آردمون بکنم. بعد همین ادویه رو من داخل یه ظرف جداگانه گذاشتم که اینا رو میخوام اول ماهی رو باهاش مزه دار کنم، که به جای اینکه زردچوبه داره من دیگه زردچوبه اینجا نریختم، میخوام زعفرون استفاده کنم. یه لیمو ترش تازه هم من اینجا گذاشتم که برای آخر میخوام بذارم کنار غذا. این برنجم دو لیوان برنجه که من الان 2 ساعت خیس کردم. الان اولین کاری که من باید انجام بدم باید ماهیمونو مرینیت کنم. خب این نمک رو اول من میپاشم. پودر سیره، اینم زنجبیله، یعنی ماهی طعمش به همین زنجبیل، پودر سیر، فلفل قرمز، یعنی فلفل قرمز که شما میزنی. من خودم خب اکثرا که درست میکنم ماهی، بیشتر اوقات فلفل قرمز که میزنم خیلی خوشمزه میشه، یعنی طعم غذاهای کره‌ای رو میگیره. درست، اینم پاپریکاست. هر چی که ما این داخل ماهی میزنیم پشت ماهی هم باید همینا رو بزنیم. خب اینو من به این صورت ها میکنم که مواد داخل ماهیمون مالیده نشه به بشقاب. حالا زعفرون هم اضافه می کنم.
ماهیمون مزه‌دار شد، تموم شد، حالا برای نیم ساعت میذارم داخل یخچال. بیشتر از نیم ساعت دیگه نیازی نیست بذاریم بمونه، چون تعم زیاده دیگه خیلی غالب میشه. یه روب دیگه مرغ من باید از یخچال بیارم بیرون که درست کنم. تو این یه روب برنجمونو بذارم درست شه. خب جوش میدم برنجمون، برنجمون میخوام آتیش درست کنم. من نمک داخل برنجی که فیت کرده بودم نریختم، الان میخوام نمکشم اضافه کنم. من این قاشقم آب لیمو اضافه میکنم که برنجمون خوش رنگ و سفید بشه. 2 دقیقه دیگه بجوشه، وقت آب کشیشه. یه مقدار کف جمع شده بود روی برنج، من همه رو کامل جمع کردم. برنج رو دیگه من باید صافش کنم. برای تهدید غذاتون از روغن مایه استفاده کنید. من برای تهدید میخوام از نون استفاده کنم. بعد من بیشتر وقتا چون این نونا لواشا خیلی نازکه، رولا میذارم، تهدیدم خیلی خوب در میاد. این غذای ما غذای 2 نفر است. دارم درست میکنم. من خودم عاشق ماهی ام، یعنی میخوام اینطوری بگم که اگر برم بیرون ماهی باشه و مثلا بگم، حالا که آب کوبیده، نه که آب کوبیده هم چون خیلی دوست دارم، جوجه کباب باشه، 100% ماهی رو انتخاب میکنم. ماهی خیلی لذیذه، خیلی دوست دارم. حالا من درشو میذارم تا یکم که بخار کنه، بعد یه مقدار روغنم میدم روش که دم میکشه. دم کنی هم نیازی نداره، همینطوری هم قشنگ دم میکشه برنجمون. دوستان من میخوام روغن حیوانی بدم رو برنجمون، منتها داغ نمیکنم این روغنو. همینطوری چند تیکه میذارم روی برنج، این برنج تا بیاد داغ شه قشنگ دم میکشه، این کم کم میره به خورده برنج، خوب در میاد. ولی وقتی که داغ میکنی یه دفعه همه میره ته برنج. خب اینم از برنج که قشنگ بخار کرد. زیرش من شعله پخش موردشم که قشنگ دم بکشه. ماهیمون دیگه من از یخچال رو بردم، الان من میخوام این ادویه رو با این آردا مخلوط کنم. قشنگ باید مخلوط کنیم که کلا با آرد یک دست در بیاد. حالا این آرد رو من میریزم داخل این سینی که ماهیمون رو یکم به آرد آغشته کنم. حالا برم روغن رو بذارم داغ شه تا ماهیمون رو سرخ کنیم. من از روغن مایه استفاده میکنم برای ماهیمو. این ماهی رو دیگه من برداشتم، ببینید آردای اضافیش رو میتکنم، میذارم داخل روغن. از قسمت گوشتش هم میذاریم. خب این هم از ماهیمون. حالا من زیرش یه مقدار کم میکنم که قشنگ کم کم تا اون گوشت ماهی وسطش پخته بشه، چون زیاد باشه روش میسوزه و وسطش خام میمونه. ماهیمون یه طرفی سرخ شد، حالا باید برش گردونم.
ماهی رو که من برداشتم میخواستم برگردونم، گفتم خورد نشه، گذاشتم داخل یه بشقاب، بعد بشقاب رو دوباره برگردونم داخل این بشقاب، حالا میذارم داخل تابه. سرش هم جدا شد. سرش جدا شد بله. این سرش رو دوباره میذاریم فرجاش. خوبه ماما؟ ببینم ماما سرش خیلی به یه بند بس بود، کنده شد. حب نداره، حالا میذاری بغلش. ماهیمونم سرخ شد، آماده شد، برنجمونم در کشید، دیگه بکشم داخل ظرف سر. ببینید دوستم چقدر پشنگ سرخ شد، چقدر خوشرنگ در اومد، همش به خاطر همون ادویه مریضی که میتونی ماهی دو میتونی، یعنی دقت کنید یه ماهی خوشمزه میتونی ندید. اینم از برنجم در کشیده، اینم از ترشی کلم با ماهی خیلی میچسبه. مامان همون ترشیه که خودت درست کردی درسته؟ همونه بله مامان جان، همونه. خیلی خوشمزه است. لینکشو بذار برای دوستان ببینن شبیه. بله لینکشو آخر ویدیو براشون میذارم. این خیلی زود درست میشه، یک ساعته درست میشه، یعنی وقتی که درست کنی فردا میتونی استفاده کنی. آره خوبیش اینه که خیلی زود آماده میشه. اینم از ماهی روز عید، روز اول عید. خدمت شما دوستان خوبم، یعنی نگم براتون که چه ماهی در اومده، واقعا خوشعطر، خوشگل و خوشمزه. فقط دوستان یه نکته بگم خدمتون که این ماهی رو که میخواییم سرخ کنیم، خب الان مال من یه دونه بود کامل، همینطوری گذاشتم سرخ شد، از وسط کامل نصف شده بود. حالا ممکنه شما دوستان میخواییم ماهیتون رو خورد کنید و سرخ کنید. بعد این ماهی ها رو که میخواییم خورد کنید، یعنی سعی کنید همش یه اندازه باشه، مثلا یکیش نازک نماشه، یکی زخیم باشه. چون ماهی رو که همه رو با هم میشینین داخل تابه، موقعی که میخواد سرخ شه اگه نازک باشه خب ممکنه بسوزه. اگر یه اندازه بذارید خب خیلی بهتره، ماهیتون قشنگ در میاد و اینکه تو تابه استیل هم اصلا سرخ نکنید، میسوزه ماهیتون. سعی کنید تابتون نسوز باشه که ماهیتون خوشگل در بیاد، تیکه یه قالبی در بیاد. این هم از نکته های واجبی بود که من خدمتون گفتم. چه صدایی میاد از بالا؟ خب دیگه دم عیده، اینا فکر میکنم دارن تمیز میکنن، نظافت میکنن. بله صداشون داخل فیلمت کامل افتاد. ما رو دارن میکشن این مرمون بر. با اجازه دوستان عزیز و خوبم من این تستی بکنم این غذا رو، ببینم طعم و مزه ماهیمون چجوری شده. اونم از ماهیمون ببینید دوستان کامل پخته شده. با اجازه همگی یعنی بی نهایت خوشمزه شده، جای همگیتون خالی. بیشتر به خاطر همین ادویجاتی که آدم استفاده میکنه، مثلا مثل همون پودر زنجبیل، پودر سیر، اینا مریله که میکنه ماهی رو، اینا واقعا طعم خیلی خوبی میده به ماهی. این ادویجات هم برای مرغ خوبه هم برای ماهی. این ماهی رو شما میتونید هم با شور، هم با خیار شور، هم با سیر ترشی، هم سبزی خوردن، همین که این کلم قرمزه که ترشیه،
با اینا میتونی میل کنید که واقعا هم خیلی خوشمزن، یعنی بید رستوران هم که آدم میره بیشتر کنار ماهی این کلم قرمزو حتما حتما کنارش میذارن، یعنی این ترشیه کلم قرمزو و این لیمو ترش هم خیلی خوشمزه میشه روی ماهی میچه کنید. انشالله که درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. خب دوستان، ممنونم که تا آخر ویدیو همراه هم بودید. خوشحال میشم کانال حمایت کنید. خیلی دوستتون دارم. به خدای بزرگ میسپارمتون تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.